در حالی که سران جمهوری اسلامی و رسانه‌های مزدور حکومتی می‌کوشند با توسل به ادعاهای تکراری افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را به عوامل خارجی نسبت دهند، شیب صعودی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز ایران بدون توجه به این ادعاها و متأثر از تنش‌های منطقه‌ای ادامه دارد، به طوری که نرخ دلار در صبح سه‌شنبه 10 بهمن ماه در بازارهای غیر رسمی تا 60 هزار تومان هم بالا رفت و رکوردی جدید را ثبت کرد. بر مبنای گزارش‌ها از داخل ایران، قیمت هر دلار آمریکا ظهر یکشنبه به 59900 تومان رسید و یورو نیز به قیمت 63850 تومان در بازار آزاد معامله شد. بهای هر پوند بریتانیا نیز تا بیش از 75000 تومان بالا رفت. قیمت هر سکه بهار آزادی نیز از 34 میلیون تومان عبور کرد. روز سه‌شنبه در بازار معاملات فردایی و حواله هر سکه فردایی 35 میلیون تومان معامله شد و نرخ حواله دلار به 61 هزار تومان رسید. شیب صعودی نرخ انواع ارز در ایران از حمله 7 اکتبر تروریست‌های حماس به اسرائیل آغاز شد، ولی در هفته‌های اخیر به دلیل افزایش سطح تنش‌ها در دریای سرخ و حملات هوایی سپاه به اهدافی در کشورهای همسایه سرعت بیشتری پیدا کرد. تحلیلگران بازار دلیل اصلی بالا رفتن نرخ ارز طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه را جدی‌تر شدن احتمال اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی در پی کشته شدن سربازان این کشور می‌دانند. تلاطم در بازار طلا و ارز ایران همچنان ادامه دارد و قیمت‌ها مدام در نوسانند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به منظور کنترل نرخ ارز و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود بانکی علل حساب 30% سالانه را به شبکه بانکی ایران ابلاغ کرد. سایت اقتصادی اکو ایران در این زمینه نوشته که بانک مرکزی در نیمه اول دهه 90 شمسی هم از این ابزار استفاده کرد که در کمتر کردن نوسان نرخ دلار مؤثر بود، اما حالا برای پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در شرایط فعلی نیز بر نوسان نرخ ارز اثرگذار خواهد بود یا نه، باید صبر کرد و دید که بازار چه واکنشی خواهد داشت. با ادامه روند افزایشی نرخ دلار، مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی مثل همیشه انگشت اتهام را به سمت دژمن گرفتند و از دولت سلب مسئولیت کردند. در همین زمینه، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت قاضی مرگ ادعا کرده که دشمن فضایی را طراحی کرده تا با ایجاد تکانه‌هایی در اقتصاد به مردم فشار بیاورد. او همچنین مدعی شده که سران برخی کشورها در حاشیه جلسات به ابراهیم رئیسی گفتند که امریکایی‌ها روی اقتصاد ایران هدف گذاری کردند. با این نظرها بود که امروز بسیاری از ماموران لباس شخصی در بازار ارز به عنوان فروشنده دلار سعی در ایجاد قیمت‌های کاذب زیر قیمت‌های حقیقی کردند، هرچند دلاری هم برای فروش نداشتند. آنها همچنین صرافی ها را نیز مجبور کردند که قیمت ها را اعلام نکنند و به این ترتیب صرافی ها نیز از فروش دلار سر باز زدند. روزنامه کیهان، ارگان مطبوعاتی زیرمجموعه علی خامنه ای، نیز ادعا کرده که قیمت دلار را چند کانال تلگرامی از خارج ایران و چند کانال وابسته به همان خارجی ها در داخل تعیین می کنند.